اینستان برید. سلام 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 به همه دوستان عزیز، خانوما و آقایون عزیز، از هر جای دنیا دارین ما نگاه میکنید، ایشالله که حال دلتون خوب باشه. من سمانه هستم، از آنتریو کانادا دارم با شما صحبت میکنم. یه مختصر بگم، مادر دوتا دانشجو هستم و در با بچه های اسپشیال نیز استثنایی با مشکلات رفتاری به مدت 17 ساله که در دبیرستان کار میکنم و الان هم مدتیه که این بیزینس آنلاین پربرکت رو شروع کردم و از تمام مزایاش دارم استفاده میکنم. من امروز با سه تا از دوستان عزیز اومدیم اینجا به یه سری از سوالات شما جواب بدیم که در طول هفته از ما خیلی مکرر انجام شده. اولا بگیم که برای کسایی که اولین بار دارین ما رو میبینین، در واقع جواب به چه سوالاتیه؟ در مورد یک موقعیت اینترنتیه که ما از قسمت‌های مختلف دنیا با بک‌گراند‌های مختلف اینو شروع کردیم. یک کاری که مال خودتونه و نیازی به تجربه قبلی نداره و از هر جایی میتونید انجامش بدید با قابلیت درآمدزایی بسیار بالا و دیگه خیلی مزایای خیلی زیادی داره که من زیاد طولش نمیدم. فقط اینجا به سوالات برمیگردیم. من از فرهاد جان عزیز خواهش میکنم که خودشون معرفی کنن و یکی از سوالاتی که بعد عزیزان کردن، به خصوص اونایی که به ما محبت دارن و ما رو دارن که همراهی میکنن، میخواستن ببینم که میگن شما اصلا روش درآمدزاییتون چطوره؟ چجوری از چه راهی درآمدزایی میکنید؟ میشه برای دوستان یه مقداری اینو توضیح بده؟ بسیار خوب. سلام عرض میکنم خدمت شما سمانه جان، ماندانا جان و پگاه جان و تمام عزیزانی که دارن این ویدیو رو به صورت زنده میبینن یا یعنی که بعدا ضبط شدهش میبینن. من فرهاد هستم، 15 ساله ساکن انگلستان، با بک‌گراند آکادمیک و به عنوان ناشی وارد انگلستان شدم و اینجا بعد از مدتی کار سلف ایمپلوید کوچیک خودم رو در کنار کمپانی آمازون شروع کردم و یه مدتی هم است که وارد این بیزنس آنلاین شدم. در مورد خیلی مختصر و مفید در مورد خودم، در مورد چجوری درآمدزایی و نحوه درآمدزایی تو این بیزنس، لازمه که یه توضیح خیلی کوچیک و چند تا جمله رو به صورت تکرار داشته باشم که بتونم ذهن دوستان رو بکشونم به سمتی که بتونم دقیقاً متوجه بشن. اولا اینکه خواستم اینو بگم که هر بیزینسی تو همه جای دنیا، هر جایی که انسان داره زندگی میکنه، یا درگیر فروش کالاست یا درگیر ارائه خدمات، غیر از این دو حالت غیر ممکنه. و دومی که هسته مرکزی هر بیزینسی انسان ها هستن. هر بیزینسی هر جای دنیا موقعی که اسم بیزینس روش میاد، این دو تا خصوصیت رو داره، یا کالای فروش خرید و فروش میشه یا خدماتی ارائه میشه. و دومی که هسته مرکزی و مغز اصلی بیزینس در واقع انسان ها هستن. اما برای اینکه بتونم خیلی راحت این بیزینس رو توضیح بدم، لازمه که یه مدلی رو ارائه بدم که شباهت‌های خیلی زیادی به سیستم کاری ما داره و بعداً بتونم سیستم کسب درآمد مجموعی خودمون رو توضیح بدم. بسیاری از کمپانی‌هایی که الان دوستان میدونن در سراسر جهان تو همه جای دنیا خیلی به صورت گسترده دارن کار میکنن و تحت سیستم امتیاز گرفتن امتیاز یا در واقع فرانچایز دارن کار میکنن، مثل مک‌دونالد و یا KFC یا برگر کینگ یا دومینوز یا هر کدوم از این مجموعه ها، بر اساس این کار میکنه که فردی برای با کمپانی مورد نظر وارد توافقی میشه، مبلغی رو پرداخت میکنه بابت اون حق امتیازی که برای اون منطقه داره کار میکنه، که صد البته حق امتیاز برای یک منطقه کاملا متفاوت خواهد بود از یک شهر، از یک کشور و یا از یک منطقه خیلی بزرگتر. بنابراین حداقلش برای یک ناحیه یا یک منطقه است، یه شعبه فیزیکی رو تدارک می‌بینه و یه حق امتیاز رو به کمپانی میده تا بتونه از برندش استفاده بکنه. در قبال این حق امتیاز، کمپانی اجازه استفاده از برند رو به شخص میده و این شخص میتونه با استفاده از امکانات کمپانی، با استفاده از تدارکات کمپانی و با استفاده از دانش و نالج کمپانی این کارو شروع بکنه و هر دو از این بیزینس سود ببره. سیستم کاری ما هم در واقع به همین طریقه، هر کدوم از ماها که الان اینجا نشستیم روبروی شما و یا همکارای دیگه، در واقع امتیاز رو از یک کمپانی مادر ژاپنی با 50 سال سابقه کار آفلاین دریافت کردیم. این کمپانی ژاپنی که در واقع بخش بیزینس این کار رو به عهده داره و بیزینس آیدی رو صادر میکنه، در کارش در زمینه محصولات پزشکی هستش، محصولات بهداشتی هست، البته نه رده های پایین، بلکه محصولاتی که تاییدیه بسیاری از کمپانی های یا کالج ها یا دانشکده های معتبر اروپایی و آمریکا رو داره که به درد سلامتی خود افراد و انسان ها میخوره. ما موقعی که این حق امتیاز از این کمپانی میگیریم، در واقع کمپانی با صدور یک بیزینس آیدی به ما این اجازه رو میده
که نه تنها در یک شهر، نه تنها در یک منطقه، نه تنها در یک ایالت، بلکه در هر کشوری که از قوانین بانکی تبعیت بکنن اجازه کار به اون داده بشه. منظورم چی از قواعد بانکی؟ منظورم اینه که کشورهایی که تحت تحریم‌های اقتصادی نیستن، متاسفانه مثل ایران و افغانستان، به جز این تیپ کشورها در هر جای دنیا دیگه ما میتونیم با استفاده از اون بیزینس کارمون رو انجام بدیم. البته باز هم میخوام به خدمتتون عرض بکنم، دو نکته رو یادآوری بکنم، که همه بیزینس ها درگیر فروش کالا یا ارائه خدمات هستن و دوم هسته مرکزی هر بیزینسی انسان ها هستن. بخش دیگه‌ای که در کنار این کمپانی مجموعه رو داره هماهنگ میکنه در واقع بخشی هستش که قسمت آموزش ها رو برده. کار ما در واقع ارائه خدماته. به چه صورت؟ به این صورت که به افرادی که به مجموعه انفرادی هر کدوم از ما ملحق میشن آموزش میدیم که چطور بر روی شبکه‌های اجتماعی بتونن کسب درآمد بکنن بدون اینکه نیاز داشته باشن محصولی بفروشن. ما اصلا درگیر فروش محصول نیستیم، درگیر خدمات پس از فروش نیستیم، درگیر مسائل مالی محصولی یا کالایی نیستیم. ما اصلا اصولا ما هیچ کدوم فروشنده نیستیم، ولی در واقع همانند، باز مثال از این طریق دنبال میکنم، مثل دانشگاهی که در واقع کار آموزش انجام میده، ما کار آموزش انجام میدیم. هیچ دانشگاهی محصولی نمیفروشه، هیچ دانشگاهی تعهد کاری به کسی نمیده، فقط آموزش میده و بر اساس این آموزش افراد میتونن وارد دنیای کار بشن. ولی سیستم ما بر این اساسه که این آموزش ها داده میشه و در حین اینکه این آموزش ها داده میشه شما میتونید آموزش ها رو در واقع به صورت عملی هم استفاده بکنید. باز دقیقا مثل بخش دو سه سال اول دانشکده های پزشکی دندون پزشکی داروسازی تو ایران که دو سال دوره پایه میگذروندن و بعد وارد بیمارستان میشدن و همزمان با درس که دانشکده میگذروندن اطلاعاتشون رو تو بیمارستان آپدیت میکردن سر مریضای بیچاره. ولی ما این کارو با کار بر روی شبکه‌های اجتماعی، هفت پلتفرم اصلی که دوستان در آینده در لحظات دیگه براتون توضیح خواهند داد، کارو شروع میکنیم. هر آموزشگاه یا دانشکده ما در واقع هر چقدر که رشد پیدا میکنه، مثل همه دانشگاه های سراسر دنیا که احتیاج به دانشجو دارن، موقعی که رشد پیدا میکنه هم اعتبارشون افزایش پیدا میکنه و هم منبع درآمدشون. و این در واقع روشی که ما هر کدوم تو این بیزینس کسب درآمد میکنیم، صرف نظر از اینکه کجای دنیا هستیم و در چه زمانی و در چه مکانی داریم فعالیت انجام. امیدوارم تا اینجا کامل باشه. سمانه جان اگر سوالی هستش داشته. نه بسیار عالی گفتید. من برای همین سوال سخت‌تر برای شما گذاشتم، دلیل داشتم، من همه کارام دلیل داره. خیلی خیلی ممنون از شما، خیلی قشنگ توضیح دادید. ایشالله که دوستان عزیز هم جواب سوالشون رو گرفته باشن. ماندانا جان اگه لطف بکنی خودتو معرفی کنی برای دوستان و همین که یه مقدار از یک از سوالاتی که خیلی زیاد شده، دوستان میگن که ما تجربه قبلی نداریم در زمینه کار با کامپیوتر، اینترنت، سوشال مدیا، و سوال بعدیشون هم دوتا اینه که میگن که زبان انگلیسیمون اگه خوب نباشه آیا مشکلی خواهیم داشت در زمینه درآمدزایی و یادگیری. ممنون. بله، منم سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که دارن الان لایو ما رو میبینن یا بعدن لایو ما رو میبینن، و سلام میکنم خدمت دوستان عزیز که اینجا هستن و سمانه جون هم تشکر میکنم. من ماندانه هستم، در کالیفرنیا زندگی میکنم همراه با خانواده و الان هم در رشته فارمیسی تکنیشن مشغول به کار هستم و در کنارش هم این موقعیت اینترنتی رو شروع کردم و با دوستای خیلی خوبی در سراسر دنیا آشنا شدم. سمونه جان، در مورد سوال شما، بله از خود منم خیلی این سوال رو میپرسن که من هیچ تجربه ای از سوشیال مدیا ندارم و من چطور میتونم، آیا میتونم این بیزینس رو وارد این بیزینس بشم و کارم رو شروع کنم؟ من به این دسته از عزیزان میگم که این بیزینس نیاز به هیچ تجربه سوشیال میدیا، هیچ تجربه کامپیوتری نداره. شما در حد این که بتونید ایمیلتون رو چک کنید کافی هست. شما وقتی که وارد این بیزینس میشید، ما یک پکیج کامل آموزشی داریم که با کوچ و منتور 24 ساعته به شما قدم به قدم تمام این آموزش ها رو میدن و شما نیاز ندارید که چیز دیگه ای بلد باشین و وقتی که وارد این سیستم میشید اینها رو همه به صورت
مشخص و واضح به شما یاد میدن و شما یاد میگیرید که چطوری در سوشیال میدیا و در پلتفرم های مختلف که فعلا 7 پلتفرم هست ادورتایزینگ رو انجام بدید و بتونید در سوشیال میدیاها ادورتایزینگ کنید و بتونید درآمدزایی بکنید و نیازی به هیچ تجربه خاصی نیست. خود من هم وقتی که میخواستم وارد این بیزینس بشم این فکر رو میکردم که من هم بلد نیستم چطور میتونم آیا این بیزینس رو میتونم انجام بدم، ولی وقتی که وارد شدم دیدم که یک کامیونیتی بزرگ هست از ایرانی ها و افغانی های عزیز که به شما کمک میکنند و علاوه بر اون یک منتور و یک کوچ هم دارید که میتینگ های هفتگی برای شما میذارن، مسترمایند ها هست و اینقدر به شما کمک میکنن و ساپورت هست که اصلا نیازی ندارید که شما هیچ بک‌گراند خاصی یا تجربه خاصی داشته باشید. در مورد سوال دومتون هم که از نظر سطح زبان انگلیسی هست، خب خیلی از افراد هستن که حالا از ایرانی زبانان هستن که زبان انگلیسی خیلی خوبی ندارن یا 20% یا 30% زبان انگلیسی رو میفهمن. برای این بیزینس فقط 20% تا 30% شما زبان انگلیسی رو بلد باشین که فقط از نظر لیسنینگتون، از نظر اینکه بفهمید کافی هست. ولی ما یک کامیونیتی بزرگ داریم همونطور که گفتم از ایرانی ها و افغانی ها که شما وقتی وارد اینجا میشید یک کوچ و منتور فارسی زبان دارید و همه چیز رو به فارسی شما رو راهنمایی میکنن. اون آموزش ها رو به زبان انگلیسی هست ولی خیلی هاش رو به زبان فارسی ترجمه کردن و ما یک سری ابزارهایی داریم که اون ویدیوها رو به صورت ساب تایتلش رو، به اون تایتل پایینش رو به صورت فارسی به هر زبانی که دوست دارین ترجمه میکنن و شما میتونید از اونها استفاده بکنید و اصلا نیازی نداره که خیلی زبانتون در سطح عالی و خوب باشه و نیازی ندارید شما حتی زبان انگلیسی بخواد با کسی صحبت بکنید، چون که همه فارسی زبان هستن، مربی و منتور و به شما کمک میکنن که چطوری بیزینس خودتون رو راه اندازی کنید و هیچ مشکلی نیست. خیلی ممنون ماندانا جون. عزیزان، آقا فرهاد، پگاه جان، اگه خواستید چیزی اضافه کنید، اگه کسی داره چیزی جواب میده، اگه فکر کردید هر کدومتون بخواین یه چیزی به صحبت ها اضافه کنید، خودتون دیگه بیان اضافه کنید. این یه عالی، همه چی کامل بود. مرسی ماندانا جان، عالی بود. مرسی آقا فرهاد، متشکرم. حالا پگاه جان، در حالا دوستان عزیز همین حرفا رو شنیدن و گوش دادن و این برنامه ها، میشه لطف کنید بگید اگه واقعا دوست دارن که از کجا باید شروع کنن؟ خیلی هم عالی. اول که سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستانی که دارن الان لایو ما رو میبینن یا بعداً ضبط شدهش نگاه میکنم، یه معرفی کوچیک از خودم میکنم. من پگاه هستم، ساکن تگزاس، به مدت 8 ساله که مهاجرت کردم، 2 فرزند دارم و الان به مدت 1 ساله که این بیزینس رو دارم انجام میدم در کنار فرزندانم. خب بحث شیرین این بیزینس، حالا مراحلی که ما باید بریم جلو که چه کار باید بکنیم. اول اینکه کسانی که مشتاق هستن به این بیزینس، و شما تمام اطلاعات کافی و کامل رو دادین آقا فرهاد و ماندانا جان، در واقع ما تمام ابزارها و اون چیزایی که شما برای شروع یک بیزینس لازم دارین رو در اختیارتون قرار میدیم. خب اونایی که جدی هستن توی این مرحله بیان اسم و ایمیلشون رو برای ما که توی صفحاتمون هستش، کسایی که دارن از اینستا نگاه میکنن الان وبسایتمون توی بیو هست و کسایی که در فیسبوک الان دارن نگاه میکنن در کامنت ها وبسایتمون رو میذاریم، اسم و ایمیلتون رو اونجا بذارین و از طرف ما برای شما یک وبینار انگلیسی به مدت 2 ماه براتون فرستاده میشه که این روزای 3 شنبه و 5 شنبه هستش. در یک وبینار شما میتونین لایف شرکت بکنین که به وقت ونکوور کانادا هست. اگر که تایمش برای شما مناسب نباشه، میتونین ایمیلی که دریافت میکنین به اسم ورکشاپ ریپلی اونو نگاه کنین که در اون ورکشاپ ریپلی ریکورد هفته قبل برای شما پخش میشه. اگر که زبان انگلیسی مسلط نیستین، از ما بخواین که براتون یک وبینار فارسی رو هم بفرستیم.
در این وبینار یک محتوایی رو بهتون بگم که اصلا راجع به چی هستش. افراد اومدن و راجع به این که کلا بک‌گراندشون چی بوده و الان چند وقته که این بیزینس رو شروع کردن صحبت میکنن و این که میگن که این بیزینس قانونی هستش و یک سری اطلاعات میتونم بگم جزئی برای شما گفته میشه. خب کسایی که حالا خیلی مشتاق هستن و جدی هستن میان وارد دوره آزمایشی ما میشن که یک مبلغ ریفاندبل 149 دلار رو پرداخت میکنیم به مدت 30 روز. شما وارد یک دوره آزمایشی میشین و نگاه میکنین که این بیزینس چی هست، ما چه کار میکنیم، بیزینس پلن ما چی هستش، کمپانی که باهاش همکاری داریم و تمام جزئیات این بیزینس در یک ویدیوی 2-3 ساعته برای شما فرستاده میشه. این که ما نمیایم و نمیگیم که تمام جزئیات رو بیایم در یک لایو برای شما بگیم، همین که وقت خیلی محدوده و همین که یک ویدیوی 2-3 ساعته رو نمیشه توی 10 دقیقه رو برای شما توضیح داده بشه و این که دیدگاه آدم ها با هم متفاوته. شما میایین وارد دوره میشین، کسانی که جدی هستن و این کمپانی انقدر هوشمندانه کار کرده و اسمارت هستش که میاد این دوره آزمایشی رو برای افرادی که جدی هستن، نه اینکه فقط بیان از روی کنجکاوی وارد وبینار بشن و ادامه ندن، این دوره رو برای اون افراد گذاشته که بیان از دیدگاه خودشون نگاه بکنن ببینن که این بیزینس حالشون هست و آیا اصلا از نظر پرسونالیتی، از نظر و همه جوانبی که خودتون در زندگی شخصی خودتون دارین باید در نظر بگیرین و اینکه انتخاب بکنین که میخواییم وارد این بیزینس بشین یا نه. بعد از اینکه این دوره آزمایشی رو نگاه کردیم، ویدیوها رو نگاه کردیم، یک کوچینگ کال میگیرین و راجع به سرمایه گذاری با شما صحبت میکنن، برای اینکه این یک بیزینسه و شما نیازمند به سرمایه گذاری هستین. وقتی که سرمایه گذاری کردین، از طرف کمپانی مادر برای شما یک بیزینس آیدی صادر میشه و ترینینگ هایی که ما داریم براتون باز میشه و میتونین بیزینس خودتون رو ستاپ بکنین. بسیار هم عالی، خیلی ممنون پگاه جان، خیلی خوب توضیح دادید، ممنون از توضیحات خوب هر سه نفر شما عزیزان. من در انتها میخوام بهتون بگم که ما داریم به سال جدید شمسی نزدیک میشیم. ماها همه کشورم رو ول کردیم، اومدیم این ور دنیا. من خودم کار خودم رو دارم، خیلی از عزیزانی که شروع میکنن کار خودشون رو دارن، ولی انقدر هزینه ها که بالا رفته با زندگی کارمندی خیلی از کارهایی که دوست داریم نمیتونیم بکنیم و یکی از دلایل من هم همین بود که اونجوری که دوست داریم به عزیزانمون تو ایران، افغانستان کمک بکنیم نمیتونیم واقعا، چون در آخر ماه چیزی ازش نمیمونه و اینکه خیلی وقتا مسافرتهایی رو که بخوایم نمیتونیم بریم، هزینه ها بالاست. ولی اگه واقعا در جایی که هستید خوشحالید، ما اصلا چیزی نداریم، برای اینکه ما اینجا اومدیم اطلاع رسانی کنیم. ما تبلیغاتی که داره میگیم یاد میگیرید چجوری انجام میدید، این نیست، بهتون آموزش داده میشه که چجوری کار بکنید. ما اینجا اومدیم اطلاع رسانی کنیم برای اون افرادی که یه زمانی مثل ما بودن، دنبال راهی بودن که پیدا کنن که چطوری درآمد اضافه به خانواده برای خانواده پیدا بکنن. و من خودم مریض شدم به خاطر مریضی، گاهی وقتا میگم که شاید که میگن عدود سبب شود سبب خیر، شاید اون مریضی باعث شد که من اصلا بیام دنبال چیزی باشم و من این موقعیت رو پیدا کنم. این موقعیت هست، امتحانش خیلی راحته، میتونید بیاین از نزدیک بررسی کنید، خودتون ببینید، یک دوره خیلی قابلیت در مزایای خیلی بالایی داره، چیزی که منو خیلی جذب کرد، ممکنه برای شما هم به قول معروف اترکتیو باشه و دوست داشته باشین، اینه که ما اینجا تو کانادا باید تا 65 سالگی صبر بکنیم، بعد با یه حقوق بخور نمیر بازنشستگی بهمون بدن. من دیدم اینجا عزیزان در طی 3-5 سال به حقوق، ما نمیگیم بازنشستگی نیست، به یه درآمد فیکس ماهیانه میرسن و که درآمدش بالا 5000 دلار شروع میشه. برای من این خیلی مهم بود، یعنی من واقعا دلم نمیخواد تا 65 سالگی صبر کنم، تازه بازم هشم گره نو هم باشه. این قابلیت داره، من تو هیچ موقعیت آنلاین دیگه ندیدم که این موقعیت وجود داشته باشه. پس اگه دوست دارید بیشتر بدونید، با ما در تماس باشین، ما خیلی خوشحال میشیم که کمکتون کنیم و جوابگوی سوالاتتون هستیم. پس با ما در تماس باشید، سوال داشتید بپرسید، ما سعی میکنیم، سوال زیاد بود با یک لایو دیگه میایم و جواب سوالهای شما رو خواهیم داد. عزیزان دوست دارید جان بفرمایید، اگه اجازه بدید من یه مطلبی رو به صحبت‌های پگاه جان اضافه بکنم.
چون منم قبلا پرسیده بودم، مطمئنا من از شما هم پرسیدن، تو هیچ قسمت این بیزینس شما پولی رو به من یا به امثال من یا به سمان جان و یا به دوستان همکاران دیگه نمیدید؟ یعنی از اون 149 دلار گرفته و تا سرمایه گذاری این کلا پول مستقیم دست شرکت تو قسمت اول 149 دلار دوره آزمایشی کاستومر سرویس و در نهایت برای بیزینس هم به کمپانی پرداخت میشه. یکی این، دومی که اون قسمتی که من اضافه کردم، صحبتمو شروع کردم با بخش امتیاز گیرنده، شما با موقعی که با هزینه بالای 500 هزار دلار شروع میکنید و یک حق امتیاز یا فرانچایز رو از مکدونالد بگیرید، یه دونه چیز برگر به خودتون نمیدن، میگن اگه میخوای بخر بخور. ولی تو این کمپانی متناسب با سرمایه گذاری که شما میکنید، محصولی رو بهتون میدن که برای فروش نیست، برای استفاده شخصی خودتون و خانوادتونه که بتونید سلامتیتون رو بهتر تامین بکنید. این دو تا نکته رو خواستم حتما اضافه کرده باشم موقعی که صحبت ها به سرمایه گذاری و پرداخت رسید. خیلی خوبی اشاره کردن آقا فرد. من بخوام اضافه بکنم، همونطوری که گفتم، من چون مدت 2 ساله که درگیر مسائل سلامتی و این برنامه ها هستم، واقعا دفعه آخری که رفته بودم پیش دکترم یه چیزایی رو چک کرد، گفتش که خیلی فرق کردی و من نگاه کردم نه داروی عوض شده، نه شرایط من عوض شده. تنها چیزی که بر من عوض شده بود، رو راست بگم، استفاده از این محصولاتی بود، چون من با اون پکیج بزرگ اومدم همه محصولات رو دارم و روی سلامتی من تاثیر گذاشت و همسرم همش میگفتش که واقعا بالا درمزایی که داری میکنی، حتی اگه هم نمیکردی، اینقدر که تو سلامتی تو نتیجه آزمایشات تغییر ما دیدیم، برای من از همه چی بیشتر همین مهمه. بنابراین برای محصولات عالی هستن، من واقعا عاشق محصولات هستم. به تو من هلت گرید هم داره، تمام تستمونی شده، افرادی که دارن الان از این محصولات استفاده میکنن واقعا همه دارن اون مشکلاتی رو که داشتن رفع شده با اون محصولاتی که استفاده کردن. دقیقا همینطوره. خیلی ممنون دوستان، تشکر میکنم که از شما، همچنین از عزیزانی که ما رو تماشا کردن، مهمون خونه هاتون بودیم. تشکر میکنم ازتون، امیدوارم که هر دنیا هستید، شبتون، روزتون، بعد از ظهرتون به خیر باشه و دلتونم شاد باشه. خدا نگهدار. مرسی از عزیزان که ما رو تماشا کردیم. خدا حافظ شما.